رادیو همراه، بفرمایید. آقای دکتر، من 22 سالمه، توی خانواده سه فرزنده بزرگ شدم. یه خواهر و برادر بزرگتر از خودم دارم. برادرم 13 سال بزرگتر از من، خواهرم 8 سال بزرگتر از منه. من رشته ریاضی مس درس خوندم و الان از طریق تحصیل مهاجرت کردم به کشور آلمان و حدود 6-7 ماه که تو کشور آلمانم. بله. بعد راستش من چند وقته که، یعنی حدود فکر میکنم 1 هفته است که مثلا تو فواصل 10 روز یه بار افکار خودکشی به ذهنم میرسه و حدود مثلا 2-3 شب پیش خیلی این شدید بود که مثلا حتی یه سری وایس ضبط کرده بودم که توش یه سری حرف زده بودم و تصمیمم جدی بود، ولی خب هنوز اون ترس هست، این که اون روششو نتونستم پیدا کنم و اون ترس از دردی که داره باعث شد که این کار رو نکنم. خب شما نصب کنید، آخه این وایس هایی که میگذارید دلیل این که شما میخواید زنده نباشید و خودکشی کنید چیه؟ لجبازی فکر میکنم، یعنی یه جوری لجبازی با خودم و بقیه است. یعنی چی لجبازی؟ لجبازی با این که من توی ذهنم به خودم میگم که من آدمیم که از، یعنی من راستش یه سری مشکلات داشتم، مثلا سعی میکردم که مشکل استراب سلف استیما حل کنم، یعنی پیشرفتایی هم داشتم، مثلا نگاهم به دنیا خیلی عوض شد تو این چند ماه اخیر که تمرین کردم، ولی بعد که یه اتفاقات بدی میافتاد، چند تا اتفاق بد پشت سر هم میافته هر بار، من حالم خیلی بد میشه و وقتی میبینم که همه زحمتی که کشیدم برای اینکه خودم رو جمع جور کنم به راحتی خراب میشه، میبینم که خب من اصلا توان زندگی ندارم و این آخه من نمیفهمم. نه صبر کنید آخه شما براتون همه مسائل روشن، برای ما چند تا اتفاق بد پشت سر هم افتاده. مثلا ظرف این 6 ماه که تو آلمان بودی چی بوده؟ چند تا اتفاق بد که پشت سر هم افتاده؟ درسته، اتفاق بد، من اینجوری بگم که اتفاق بد به این معنی که من شاید یه توضیح بدم، من خانوادم این شکلی بوده که هیچ وقت اون زمینه احساسی کلا تو خانوادمون مثلا کاری به اون نه مرد عزیز، تو ریاضیات محض خوندی، یه آدم معقول و منطقی و استدلالی هستی، سوال مشخصه، اتفاقات بدی که افتاده چیه؟ این که نمیتونم هیچ دختری رو خودم جذب کنم. یعنی این شد اتفاقات بعد؟ این که هیچ خب... نصب کن اصلا چه معنی داره هیچ دختری رو نمیتونم به سمت خودم جذب کنم؟ یعنی صبر کن عزیزم، تا سن، تا این سن، خب من از 18 سالگی که وارد دانشگاه شدم تا این سن مثل بقیه دوستام و اطرافیانم تلاش کردم، ولی به خاطر ویژگی ظاهری و حالا احتمال رفتاری که دارم نمیتونم مثل بقیه و حسودی میشه به بقیه که نه به من بگید بقیه عادیه، برای من مثلا ممکنه من بگید ویژگی ظاهری شما چه اشکالی داره؟ اشکال خاصی نداره، یعنی میتونم بگم متوسط رو به پایین مثلا، یعنی اصلا متوسط رو به پایین. تمام آدم ها در زندگیشون از بالای بالا تا پایین پایین آدم هایی هستن که بهشون علاقمند میشن، حتی ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میدن و اگر مردن زنایی هستن که به هر حال بهشون علاقمند میشن، عاشق میشن، دلبسته میشن. شما چرا استثنایید؟ ظاهرتون که بسی چی نیست، بی سواد و بی شعور هم که نیستی. نه سب کنید، بس برای چی من نمیتونم هیچ دختری را جذب کنم؟ یعنی چی؟ بقیه همینجوری دارن دختر جذب میکنن مثلا تو دانشگاه، و اونا چه میکردن که این کار رو میکردن و شما چرا همون کار رو نمیکردی که همون نتیجه رو بگیری؟ خجالت میکشم، یعنی این پس مسئله از نه سب کنید، من برگردم بگم که من نهار ندارم برای اینکه نپختم. خب میگن نپختی، خب نداری. شما وقتی خجالت میکشید، حالا اولا می‌دونستم که چرا خجالت میکشید،
خجالت بکشی، خب تقصیری که دیگه چیه؟ ای شما اعلان کردید من زن دارم، قرار دخترها بیان سمتتون برای ازدواج، خب نمیان. وقتی زن داری، وقتی شما خجالت بکشید، شما جلو نمیرید، دختر چیکار کنه؟ بیان خجالت شما رو رفع کنه؟ برو به شما من بگید، نه شما من بگید. اگر شما نگاهی که دارید این است که رابطه میان زن و مرد یه رابطه طبیعی است که طبیعت و خدا در وجود انسان گذاشته، بعدن دلایل فراوانی برای این رابطه وجود داره و آدم ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن، درخت ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن از طریق کمکی که میگیرن از حشرات که بتونن درخت دیگر رو بارور کنن چون خودشون حرکت نمیتونن بکنن، حیوانات نر و ماده به دنبال هم میروند، زن و مرد به دنبال هم میرن، پس طبیعت میگه که همه به سمت هم کشیده و کشانده میشن. شما تصمیم گرفتید خجالت بکشید، مگر شما میخواد کار بدی بکنید؟ مگر شما میخواد کار غیر طبیعی بکنید؟ مگر شما میخواید با علاقه مندی خودتون به کسی و علاقه مندی کسی به خودتون که به عنوان آن چیزی است که اگر باور مذهبی دارید در کتب مذهبی به عنوان اصل و اون چیزی که خدا خواسته و اراده کرده و در جهان گذاشته شناخته میشه، خجالت از چی میکشید؟ غیر از اینکه شما از بچگیتون آمدید فکر کردید من میخوام به یه دختر تجاوز کنم، بهش آسیب بزنم، اون یه چیزی از دست بده، من یه چیزی به دست بیارم، من یه کاری بکنم که برای من لذت بخشه، برای اون نیست، از یه آدم میخوام استفاده و سوء استفاده کنم، پس حالا خجالت میکشم بهش نگاه کنم و برم به سمتش، چون معناش اینه بله. که میخوام ازش سوء استفاده کنم. خب اگر یه همچی باور نه صبر کن مرد، آخه این باورها درسته؟ برگردی بگی نه یه گنجش از یه فیل نه نه من صبر کن بگم، من این حرفای شما رو شنیدم تو خیلی. خب ما ممکنه من بگی به چه مناسبت خجالت میکشی؟ تو به من بگو. بله من متوجهم، یعنی همه این موضوعات رو باور دارم، ولی خیلی هم تلاش میکنم که درست کنم این رفتار. اصلا بحث تلاش نه، نه دست و پا نزن عزیز. من همیشه گفتم من نمیدونم این کسانی که ریاضیات میخونن چرا با وجودی که قرار منطقی تر باشن اینقدر دور از واقعیتن. عزیز من خجالت بکشه چی؟ چه بلایی میخوای سر زن بیاری تو؟ چه بلایی میخوای سر دختر بیاری که از نزدیکی بهش خجالت میکشی؟ غیر از این است که تو از بچگی صبر کن، از بچگی دو سالگی، 6 سالگی، 8 سالگی یه چیزهایی گفتن که به این نتیجه رسیدی که مرد یه بلایی سر زن میاره و تو خجالت میکشی از این که این بلا رو سر زن بیاری. بعد به من میگی 22 سالمه، تحصیل کردم هستی، خوبم هستی، معلوم باهوشم هستی. خب این عقیده آشغالی تو بریز دور، برگر به خودت بگو مرد خجالت بکش از اینکه خجالت میکشی. تو چه بلایی میخوای سر زن بیاری؟ تو کار نمیخوای بکنی؟ تو این بس ها میخوای باش نزدیک باشی، ایام خوب و خوشی ما هم داشته باشید، او از رابطه با تو لذت ببره، تو همینطور علیهش نمیخوای کار بکنی، ازش نمیخوای استفاده کنی، ازش نمیخوای سوء استفاده کنی. اشکال کار این است که ته مغز تو مثل بسیاری که در جامعه ما یه چیزی درست کردن که انسان وجود نداره، زن و مرد وجود نداره، نر و ماده وجود نداره، تنها چیزی که وجود داره آلت تناسلیه. این آلت تناسلی هم در مرد زور و تجاوز و آسیب و درد و رنج و بدبختی و لکه و از بین بردن ناموس و هم خانواده و آبروس نسبت به زن. خب معلوم آدم خجالت میکشه از یه نگاهی به یه زن، برای که اینقدر دزدانه است، اینقدر کثیفه، اینقدر آسیب زننده است. ولی آدم وقتی رسید به سن 16-17-18 سالگی که نظام عقلی و استدلالش کار کرد، با واقعیت رو نزدیک شد، خب این آشغالا رو میرزه دور که من میخوام یه بلایی سر این زنه بدبخت، این دختر بیچاره بیارم، پس باید از نزدیک شدن بهش خجالت بکشم. بعد به من میگی این حرفا رو هم احتمالا میدونی یا مثلا از من شنیدی. خب بر مبناش عمل کن. من به تو میگم سنگ نخور، پلو بخور. تو برمیگردی میگی نه خب به من گفتن سنگ بخوری، سنگ خیلی سفت، خیلی خوبه. بعدم داری میخوری دندونات هم خورد میکنه، داری اذیت هم میشی. بعد حرف دینه که نه من نمیخوام. گفتن آخه اینجوری منم فکر میکنم سنگ بهتر از نونه.
خب من چیکارت کنم؟ آقای دکتر، فقط بحث خجالت، یعنی من یه وقتایی خب تونستم این خجالت رو کنار بذارم، و ولی بازم حس میکنم به خاطر هم حالا اینکه من به دخترای، یعنی به دختره جذب میشم که خیلی مثلا خوشگلتر از منن، و به خاطر همین خب یعنی خب طبیعیه که اونو منو نمیخوان. یعنی حالا عزیز من، از کی تو حالا از کی تو قرار من 1,000,000 تومان بردارم برم خونه 100 میلیونی بخوام بخرم؟ ای اصلا بیا فرض تو رو بپذیری. دوم، به خاطر اینکه آدم خودش رو نمیکشه، خنده دارترش اینه. برای دختر خوشگلتر، نه صبر کن مرد، دختر خوشگلتر و دختر کمتر خوشگلتر در چه فرقی میکنه که تو میگی من اونو میخوام و اینقدر خودخواهی برای که یه بچه آخر اون ته نشستی، بقیه هم بزرگ بودن تو دنیای رویا و خیالی خود برای یه مقدار بت ساختی، این بت تو هم مثلا یه زن فوق العاده زیباست، به قول خودت که اصلا قبول ندارم ولی ازت میپذیرم، اون زنای زیبایی که تو میخوای اونا به دنبال یه کسی دیگه هستن، من یا تو رو نمیخوام. خب نخوام، حالا به خاطر این من باید خودم رو بکشم؟ راستش آقای دکتر، این یه فقط محدود به این نیست، اون افکار خودکشی، یعنی این میتونم بگم این یکی از بخش مهم میشه، ولی یه بخش مهم دومی هم که داره اینه که من خب طبق نشانهایی که از شخصیت مشکلات شخصیتی دیدم، حالا هم یه بخشی از شخصیت خودشیفته رو تو خودم تشخیص دادم و حتی شاید یه کمی شخصیت مرزی. بعد یه وقتایی مثلا شما توی صحبتاتون دیدم که میگید که کسی که مثلا شخصیت مرزی داره، حتی روانشناس، خیلی از روانشناس از جمله خود شما باشون کار نمی کنید. و خب وقتی اینجوری میبینم و خب اون ناتوانی، حالا نه فقط تو وصل جذب دختر، تو کل زندگی یه وقتایی واقعا احساس ناتوانی میکنم نسبت به هر کاری. وقتی این ناتوانی رو تو خودم میبینم، این که آخه عزیزم تو چرا داری تعمیم میدی؟ من نمیدونم، واقعا من دارم کلافه میشم از دست شما که ریاضی خوندی. اولا تو به من بگو تشخیص قطعی نهایی علمی رو کی روی تو داده؟ بوردرلاین شخصیت ناپا. خب تو چی کاره ای آخه؟ این یک. دو، حالا که اینجوری شد به من میگن تو یه مشکلی داری که غیر قابل حل. خب باشه، مردمان هستن، امیدوارم کسی اذیت نکنم، امیدوارم کسی، یاد اینو کور میان به این دنیا، کر میان به این دنیا، فلج میان به این دنیا، دارن زندگی میکنن. تو دکون باز کردی که من اصلا شخصیت بوردرلاین پیدا کردم، مرزی یا مرزی یا ناپایدار، اصلا قبول، هیچ کس هم با من نمیخواد کار کنه برای که من بهتر بشم. خب من باهاش زندگی میکنم، بوردرلاین دیگری رو بیشتر اذیت میکنه تا خودشون. آخه تو که نمیتونی برای خودت یه دنیای رویای خیالی غیر واقعی بسازی عزیز. من تمام گفتگوم سوره 10 و 12 دقیقه اخیر با تو چی بوده؟ جنگیدن با تو که این واقعیت نیست. آمدی به من مثل مثال همیشه مورچه ها میگین مارن، پشه ها اینا نمیدونم ببرن، شیرن. خب وقتی یه پشه میبینی فکر کنی شیر آمده بخورت. عزیز من پا تو بذار روی جهان واقعیت. تو همچنان در یه بچه آخر باهوش ولی ناچار با فاصله سنی دست گل بسیار بد پدر و مادر اون ته نشستی، تک تنها بزرگ شدی، یه خواهر برادر بزرگتر هم داشتی، تنها چیزی هم که از اونا پیام پی گرفتی که تو نادانی، ناتوانی و نمیدونی و نمیتونی. خب پس بنابراین اینم به وجود تو کاملا تو وجودت نشسته. حالا آمدی میبینی با وجودی که به قول خودت متوسطی، که من حتما مطمئنم بهتر از متوسطی، ولی میگی متوسطم، متوسطی، بهانه کردی که من با 1,000,000 تومان میخوام خونه 100 میلیونی بخرم، من نمیدن. حالا که اینجور شد پس من خودمو میکشم چون خونه 100 میلیونی من نمیدن. خب ندن اصلا اون دختر خوشگل رو به تو ندن. خب ندن چون زن تو خوشگلترین خوشگلانی است، پس اصلا زندگی بی ارزشه. تو الان میخوای خوشگلیشو به کی نشون بدی؟ آخه اونم پشتش بازی و بهانه دیگه، حسودی میشه به بقیه. خب حسود، خب دیگه اینجا کی گرفتاری است؟ من چه کار به بقیه دارم؟ حسودی میشه به بقیه یعنی چی عزیز؟ حسودی میشه تو همه آدمایی که دور برت هستن، سر هر موضوعی که فکر کنی 20%، 40%، 70%، 80%، 80% از تو وضعشون بدتره.
برای به تو چه مربوطی که دیگری چی هست؟ حسودی برای چی میکنی؟ حسودی تو نیشش از ماجرای خواهر برادر بزرگتر تو عزیز. چرا من این همه اصرار دارم فاصله بچه ها رو زیاد نکنی؟ برای که اون احساس این که من نادانم، ناتوانم، نمیدونم، نمیتونم و احساس درماندگی و بیچارگی و هلپلسنسی که تو الان میگی مسئله خودکشیه دیگه. اصلا بسیار از قول گفتن depression is helplessness، احساس درماندگی و بیچارگی، و تو بی خودی احساس درماندگی و بیچارگی بودی، بعدم اومدی دست گل آب دادی، رفتی ریاضیات محض خوندی، همین در جهانت نه تخیل در واقعیت های ذهنی تجریدی عددی موندی و پا تو روی واقعیت ها نمیذاری. یعنی یه نوع دیگری از همون غیر واقع بین بودن که در رویا و تخیل در ریاضیات محضه یا حتی در خود ریاضیه. ریاضی وقتی که میاد تو جهان فیزیکی کاملا واقعی و منطقی است، ولی وقتی تو دنیای خودشه، اونم ریاضیات محض که تو خوندی، تبدیلت میکنه به یه کسی که با اون چیزی که در جهان از همه تجریدی‌تر و انتزاعی تره. اصلا چیزی به اسم پنج وجود نداره، چیزی به اسم هفت در جهان نیست، نه پنج وجود داره، نه هفت، نه دو، نه یک. در جهان پنج تا میز هست، پنج تا صندلی هست، ولی پنجی که میدونی نیست. تازه ریاضیات محض تو که تازه مثلا نمیفهمم، عدد منفی داره که منهای پنجه. تازه با منهای پنج و منهای هفت رو بحث میکنی، وقتی یه چیزی نیست دیگه، پنج تا نیست، هفت تا نیست، چه معنی داره؟ ولی هنوز مغز این رو میفهمه. برمیجاست که هیچ حیوانی بیشتر از عدد سه رو نمیفهمه، عدد منفی هم نمیفهمه. بچه‌م تا 11-12 سالگی نرسه نمیتونه عدد منفی بفهمه و جبر یاد بگیره. خب تو متاسفانه تخیل کودکیت رو با احساس درماندگی و بیچارگی تو، با احساس نادانی و ناتوانی تو که ابدا تقصیر تو نیست، پسر باهوش باهوشی هم هستی، آوردی ریاضیات محضم خوندی، موندی تو دنیایی که اینقدر از من فاصله داری که من اصلا چرا با تو اینجوری برخورد میکنم؟ میبینم اصلا یک کسی داره همه چیز رو وارونه میگه، یعنی میگه 100 از مثلا 5 کم داره، بلکه 2 تا 0 داره. همجوری مات میبونم آخه 100 چرا از 5 کم تره وقتی اعداد رو مینویسیم؟ استدلال تو میخوام دو تو صفر داره، صفر یعنی هیچی. آقای دکتر، من تو بخش اول یکم استرس داشتم، نتونستم ذهنم رو جمع کنم که یه توضیح در مورد این سرگذشت ندم، خیلی کوتاه میتونم جمعش کنم. اینکه من تا جایی که یادم میاد تا سن 4-5 سالگی خیلی وابسته بودم به مادرم و یعنی یه جوری بود که هیچ وقت من از خودش جدا نمیکرد و خیلی تو کارهای ساده کودکی از بقیه بچه ها عقبتر بودم و اینو درک میکردم از همون بچه و فشار زیادی بهم وارد میکرد. بعد همزمان با ورودم به کلاس اول دبستان که میشد 6 سالگی، من وارد ژیمناستیک شدم به طور حرفه‌ای و چیزی بود که اصلا دوستش نداشتم. یعنی به اصرار پدرم من مجبور شدم که یه ورزش حرفه‌ای رو شروع کنم و توی دوران بچگیم فشار زیادی رو من بود، یعنی روزی 6 ساعت 7 ساعت ورزش سنگین و مشکل اون فشار جسمیش نبود، فشار روانی بود که به من وارد میکرد. میشه به من بگید چرا پدر ژیمناستیک رو انتخاب کرده بودن؟ برای اینکه به این باور داشتن که ژیمناستیک ورزشیه که مثلا چجوری بگم ارزش داره، مثل بقیه ورزش ها مثلا علکی نیست، یه جوری واقعا میسازه. واقعا پدر و مادر خودخواه نادانی داشتی. اولا اون مادری که چسبیده بود، من عرضم درست هم طور که بینید عکسش، از روز اولی که بچه به این دنیا میاد تمام کوشش پدر و مادرها این است که هر زمان که بچه در هر حدی که میتونه از خودشون دور کنه، اینقدر که بچه به این نتیجه برسه که من هم بدون پدر مادرم زنده هم، هم بدون پدر مادرم خوشم. خب مادر شما که خود شما رو به خودش چسبونده، با اینم همیشه عرض کردم وقتی ما کنار پدر مادرمون هستیم استراب و انگزایتی رو میگیریم، احساس بد رو میگیریم، برای که نادان و ناتوانیمون مشخص تر میشه، رشد هم نمی کنیم، چیزی هم یاد نمیگیریم، رابطه برابر هم یاد نمیگیریم. شما که با دو تا خواهر برادر با فاصله زیاد داشتید، بعد یک دفعه پدر بزرگوار شما هم خواسته از طریق شما دست به نمایش بزرگ بزنه، با یه باور کاملا بی‌معنی خالی شما رو زیر اون فشار برای ژیمناستیک کشته. خب لهتون کردن قربونت. یعنی درست عکس صبر کنید، عکس عرض من اینه که بچه ها رو برسید یه مدرسه ساده که بشکفند نه بشکنند، بشکفند نه بشکنند،
من وقتی بچه هامو خواستن بفرستم نمیدونم مدارسه یه ذره گیت و اینا در امریکا که مدارس باهوش هست، مقاومت و مخالفت کردم. پسر بزرگ من یه سال رفت، اصلا من خوشحال و راضی نبودم. یعنی ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که اصلا نباید بچه ها اینجا بگذاریم که زیر هیچ فشاری باشن. خود شما الان داری چی میگی؟ شما رو زیر فشار، اونم روزی چند ساعت. بعدم وقتی به من میفرمایید در سن کم ورزش حرفه ای، من همجوری مات و مبهوت میمونم. اصلا پدر مادر شما تو کدوم دنیا بودن؟ بعد جالب اینجاست که مثلا از همون سال اول انتظار غیر واقع بیننده نسبت به من داشتن، یعنی میخواستن که منو به مثلا رده اول کشوری برسونه، ولی خب هر چیزی ظرفیتی میخواد، یه استعدادی میخواد. من توی اون ورزش خوب بودم، ولی نمیدونم این تصور چجوری شکل گرفت که من باید به اون جایگاه برسم، و من همون وقت میفهمیدم که من در اون حد نیستم و شروع میکردم نمایش بازی کردن که بتونم شرایط رو ببین. تحمل عزیز کنم. دل ببین، عزیز دل صبر کن قربونت. ببین بذار من به تو چیزی بگم. اشکال کار پدر و مادرها اینه که بچه رو آوردن برای نمایش خودشون، بچه رو آوردن که مثل انگشتر یا یه گردنبند گردنشون کنن یا دستشون کنن مردم فخر بپوشن. بچه براشون یه بازی و بهانه نیست برای خودنمایی و نمایش. واقعیت‌ها رو در مورد پیشرفت بچه‌ها. دوم، روزی که شما بخواید بچه عالی باشید، بهترین باشید مثلا، بعدم ببین عزیز، اگر به تو میگفتن تو مهندس خوبی بشو، دکتر خوبی بشو، من حرفی نداشتم، برای که از 100 تا مانند تو 99 تا میتونن. ولی روزی که به تو گفتن تو باید قهرمان بشی و جایگاه پیدا کنی، یعنی هیچ کس در یک کشوری مانند ایران در حد و سطح تو نباشه. آمارای امریکا چی نشون میده؟ آمارای امریکا نشون میده از هر 11,000 نفری که میرن برای هنری یه نفر موفق میشه. 11,000 به یک. از 164,000 بچه ای که با علاقه و اشتیاق واقعا کار میکنه که بره تو تیم بسکتبال برای حقیقت لیگ امریکا، یکی موفق میشه. 164,000. خب یه پدر و مادر ابله نادان خودخواه باید بخوان بچهشون بره قهرمان بسکتبال باشه یا بره تو کار هنری موفق باشه، در جایی که 1 در 11,000، 1 در 164,000. نمیان بهش بگن تو با این ویژگی روانی مثل هوش تو که از 100 تا مانند تو 99 تا میتونن مهندس بشن، دکتر بشن و هر چی بخوان بشن. نمیذارن تو اون راه که بشی. بعد تو رو میخوان ببرن تو ورزش حرفه‌ای و ملی. من وقتی بچه‌ام کوچیک بودن عزیز میگفتم من اصلا پسر خوب دوست ندارم، من پسر متوسط دوست دارم. ای متوسطی من خوشحالم، من خوب نمیخوام. پدر شما میگفته نه تنها باید بهترین باشی، باید بهترین 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 ها در سطح یه مملکت 70-80 میلیونی در اون زمان باشی. خنده داره، وحشتناک. این همه خودخواهی یا نادانی؟ ای خودخواهی بود میشد بخشید، نادانی بود میشد بخشید. ترکیب این دوتاست که گرفتاری عزیز. خب نتیجهش بچه رو درست میکنه که تو اولا پسر فوق العاده خوبی هستی، بسیار باهوش و توانایی، بسیار باهوش توانایی متوجه هستم، برای که تو دست و پا زدن تو میبینم بسر همینجوری بی حساب و بی هوا نیست. بعد بیارن به جایی که در سن 22 سالگی بری یه رشته سخت سنگینی ولی بسیار مهم مثل ریاضیات محض بخونی، بیایید بری توی کشور آلمانی که حداقل در اروپا احتمالاً اول یا حتما در ردوهای اول یه همچی رشته ای هست، حتما موفق میشی. بعد حالا یه رفع احساس کنی که هیچی، نه ارزش اجتماعی داری، نه ارزش انسانی داری، نه حتی به عنوان یه مرد دختراتو رو میخوان. فکر خودکشی بزنه به سرت. آخه من چه کنم با این پدر و مادر؟ من نمیدونم من چرا مخالفم با مدرسه تیز هوشان و با هوشان. مورد استثنایی استثنایی رو میتونم بفهمم، اونم با یه رای دیگه داشت. برای بچه تون باهوشه، تو 5 تا رشته ورزشی بذاریدش، باهوشه 4 تا ساز یادش بدید، باهوشه بذارید درس ها و رشته های مختلف رو بخونه. برای چی میخواید در یه زمینه اوج بگیره یه موجودی بشه خالی و تنها؟ و متاسفانه در یه جامعه مانند ما با این همه کمبود و احساس بد میخوایم با طریق یه نمایشی این چنین به یه جایی بچه‌مون رو ببریم
که حالا ما بتونیم بهشون افتخار کنیم، ولی خبر نداریم که از تو خالیشون میکنیم، یه وجود قالبی قلابی تقلبی درست میکنیم که به قول خودت که حرف بسیار درستی زدی، تو باید نمایش بدی به هر هزینه ای، حتی اگه لازم شد بازی در بیاری، سیاه بازی در بیاری، حق بازی در بیاری، حتی اگر لازم شد تقلب کنی، تجاوز کنی، برای که جایگاه تو حفظ کنی، یعنی رسیدن به اون بالا به هر هزینه ای، با له کردن همه چیز. اینی که حتی من به طنز میگم خدا هم آدم های متوسط رو بیشتر دوست داره، چون از اونا بیشتر خلق کرده. ما اگر راضی بشیم متوسط باشیم راحتیم. عزیز من تو اروپا با دوستان مختلفی رفتم، علاقمندم بودم، صحبت کردم، یه دلیل خوشحالی و خوشبختی اون مردم که جز 10 تا کشور خوشحال و خوشبخت دنیا 9 تاش کشورهای اروپایی هستن، اینی که این مردم میخوان متوسط باشن. توی شهری مانند لس آنجلس یا نیویورک یا برخی از شهرها یا حتی ایران و تهران خود ما، یه عده به دنبال ساختمونن. شما میبینید کسانی که 100 برابر ثروتشون بیشتر از کسانی است که مثلا در ایران ساختمانهای بزرگ دارن یا در امریکا دارن که هنوز این گرفتاری رو داره، 100 برابر حقوقشون بیشتره، نصف خونه اینا رو ندارن. جاده‌هاشون رو میبینید، ماشیناشون رو میبینید، خونه‌هاشون رو میبینید، زندگی راحت و آسوده‌ای دارن، در مسیر مسابقه و رقابت نیستن، در مسیر اول شدن نیستن، در مسیر خوشحال و خوب زندگی کردن. تازه این کشورهای امریکای اروپای شمالی در رو هم بروی همه بیچاره هایی که از همه جا گریختند و از پا در آمدن، از عراق گرفته، سوریه گرفته، افغانستان گرفته، پاکستان گرفته، حتی کشورهای افریقایی گرفته، در باز کردن میگن بیای. تازه میرن همه امکاناتی هم که در یه حد اقل در اختیارشون میگذارن، کمکشون هم میکنن، مدرسهشون رو، بیماریاشون رو. خب این مردمان متوسط عادی برای که اینگونه زندگی میکنن. من خونه چند تا از اینایی که مثلا جایگاهش مثلا تو ولوو برای خودش یه مقام، مثلا باورم نمیشد که مثلا این نوع خونشه، برای که اهمیت نمیداد، برای که میخواست بره روی اتاق بگیره بخوابه، 5 تا اتاق خواب احتیاج نداشت، چی کار کنی؟ 4 تا خالی بمونه، فقط دلش خوش باشه که 5 اتاق خواب داره. نه خونه ها اونقدر بزرگن، نه خونه ها اونقدر مجللن، نه اون همه وقت و انرژی صرف این کارا میکنن، نه مهمونی میدن، پارتی را میندازن که خود نمایی کنن و نمایش کنن، نه این همه لباس عوض میکنن، نه این همه پول برای این چیزا میدن. یه گروه کمی کمی درصدی که حتی به 1-2% نمیرسه تو این فکر را بستن. بچه‌هاشون هم عادی و معمولی زندگی میکنن. حتی امریکایی که اون همه از اونجا فاصله داره مردم راحتن. ببین عزیز، من دلم میخواد تو نگاه دیگه ای داشته باشی، چون چیزی که تو داری میگردی میگی برای من اذیت کن، من حسودیم میشه. اصلا چه حسودی؟ من اصلا با دیگری چی کار دارم؟ من قرار به طور به خودم رو بشکنم. جان باش. من جان. راستش بعد از دور، یعنی بعد از این ژیمناستیک اینا، خب همه چی برام یه راه فرار بود که بیام درس بخونم و کل زندگی من فرار بوده و کل زندگی من نمایش بوده و حالا حس میکنم هیچی از آن من نیست، یعنی هیچی اون چیزی که میخوام نیست. عزیز دل، همه چیز رو دوباره مالک شو. ببین عزیز دل، حرفی که میزنی اینقدر درسته، اینقدر دقیقی کرد نداره. ما 2 جور زندگی میکنیم، تجربه میکنیم زندگی رو، experience، تجربه میکنیم، حس میکنیم، احساس میکنیم، توی اون شرایطیم، مثل حالی که الان من دارم در ارتباط با تو، دقیقا خود خودم هم در ارتباط با تو. و دوم پرفورمنس، نمایش میخوایم بدیم، یعنی میخوایم همه رو بنشونیم بگید منو ببینید، دست بزنید. این مال 2 تا 4 سالگیه. یه دوره 2 ساله‌ای هم توی نوجوانی 13 تا 15 و اینا پیدا میشه. 2 تا 4 سالگی یه بچه فکر کنه ملاک و مرکز خلقته. اگه بهش بگن خورشید چرا از مشرق در میاد میره مغرب، میگه به خاطر اینکه منو نگاه کنه. به همین جهت وقتی نقاشی میکشن نشون میده که این خورشید به سمت اوناست، که من اینقدر من مهمم. عزیز دل، بین 2 تا 4 سالگی ما این وضعیت رو داریم که باید مرکز و محور باشیم به دلیل ذهنیتی که داریم که وارد بحثش نمیخوام بشم. اما بدبختانه بسیاری از ما پدر و مادرها تو همین سن 2 تا 4 میمونیم و تمام زندگیمون میشه نمایش. نمایش تو زبان فارسی چی میگن عزیز؟ میگن با سیلی صورت خودش رو سرخ میکنه که بگه من شادابم، سر حالم. گفتم اون دوست شیرازی به من گفت آقای دکتر ما با یه فلاکتی خوشیم،
ما باید نشون بدیم خوشی، ما در حالی که غم و اندوه داریم، در حالی که در درونمون طوفانه و داریم رنج میبریم، باید وانمود کنیم آرامیم، خوشحالیم، خندانیم. اصلا باور نکردنی است این همه کوشش ما برای اینکه به بقیه نشون بدیم ما خوب و خوشیم، به بقیه نشون بدیم وای ببین ما کی هستیم، در حالی که دیگران اصلا به بود و نبود من شما کاری ندارم. بارها عرض کردم تو هیچ مهمونی هیچ کس نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. بنابراین آروم بگیرید، فقط و فقط همین بله. حرفی که تو میزنی درسته عزیز، تو رو وادار کردن به نمایش. خب معلومه حتما چراغ سالن نمایش خاموش میشه، حتما پرده میفته و پشتش چی میمونه؟ هیچ، برای اینکه حتما این سینمایی که تماشاچی داره خالی میشه، من چی میشم؟ خالی و تنها. بنابراین تو تصمیم بگیر از این بعد فقط خوب زندگی کن، ابدا هم نه نمایشی نه چیز، درس تو میخونی، کاراتو میکنی، تفریحتو میکنی، شبکه دوستاتو پیدا میکنی. من قول به تو میدم تو آروم بگیری به راحتی میتونی ارتباطی که دوست داری رو پیدا کنی. مهمم این است که با یه آدمی که به تو با تو خوبه، بهت خوش میگذره. عزیز من آدمایی دیدم که تمام کوششون این بوده که برن یه زن بگیرن استثنایی، شوهر بگیرن استثنایی، از پا در اومدن. چرا این همه کوشش من اینه که ازدواج مثل یه اتومبیلی که چهار چرخ داره، دو چرخ سمت راستش زن که چپش مثلا مرده، مهمش اینه که اندازهاتون یکی باشه، سرعت یکی باشه، بلکه هر کسی در حد و وضع خودش باید حرکت کنه. اونجاست که خوشحاله. هرگز من نمیگم زن ازدواج خوبه بد، میگم ازدواجی که من تو به هم بخوریم و به درد هم بخوریم، به هم بخوریم و به درد هم بخوریم، نه اینکه اون یه استثناء باشه. چرا من میگم اگر طرف بهره هوشیش بالاست به دردتون نمیخوره؟ چرا میگم اگر ثروتمنده به درد شما نمیخوره؟ چرا میگم اگر خیلی خوشگل و خوشتیپ به دردتون نمیخوره؟ چرا میگم اگر بسیار تحصیل کرده و باهوشه به دردتون نمیخوره؟ اندازه خودتون رو باید پیدا کنی. خب یه همچین دنیای ما راحتی، ولی در کشور ما که حرفی نیست. حتی یه دختر نشون میدن یه دختر دیگر میدن، یه پسر نشون میدن حتی هیچی نداره، مدرک برش درست میکنن، نمیدونم ماشین اجاره میذارن زیر پاش که نشون بدن مثلا یه همچین ماشین آخرین سیستم داره، هیچی نداره، شناسنامه رو عوض میکنن. تو یه دفعه با یه جامعه روبرو میشی که از 100 نفر 90 نفر تاریخ تولدشون رو یا سنشون رو درست نمیگن. آخه آدم اینقدر خودفریب که 40 سالش بشه بگه 35، 50 سالش بشه بگه مثلا نمیدونم 46، فاجعه است. چرا؟ برای که همش دروغه، همش فریبه، همش نمایشی است که تو میگی. و تا زمانی که نمایش دیم هرگز هرگز نه شادیم نه لذت میبریم نه احساس امنیت و آرامش میکنیم نه خوشبختیم. اصلا تو نمایش از این حرفا خبری نیست، اصلا نیست. نگاه کنید به کسانی که سب کن به بزرگترین نمایش ها، از الویس پریسلی بالاتری، از مری مونرو بالاتری، اینا چاره جز خودکشی و استفاده از مواد مخدر و بیحس کردن و بیحساس کردن خودشون نداشتن، برای که اینا خالی خالیه. تازه اونایی که به اونجا رسیدن، چه رسه به من و تویی که نرسیدیم و این پایین منتظر هستیم که ما رو بالاخره دست اونو بگیرن ببرن بالا و اونجا نمایش بدیم و بتونیم بگیم که کی هستیم. من میخواستم یه توضیح بدم که شما دقیقا درست اشاره کردید و مخصوصا که من از وقتی که اومدم آلمان تو این جامعه میبینم که اون همون توضیحاتی که دادید رو راحت درک میکنم. و حالا من زندگیم یه سری پرده نمایش بوده که حالا من با آگاهی که به دست آوردم میخوام اون پرده دارن حذف میشن تو ذهنم و حالا چیزی که میمونه، من میمونم وسط یه جای تاریک. یعنی دیگه انگیزه هایی که باعث شده من بیام ریاضی بخونم، انگیزه ای که باعث شده من همه ارزش های درونی مو شکل دادم، حالا دیگه اون انگیزه ها از بین رفته. یعنی اون عاملی که بوده نیست و حالا من باید بگردم دنبال عامل. نه، دنبالش نگرد عزیز دل. فقط تو از تئاتر و از سینما و از سن بیا پایین، بیا تو خیابون، تسل همین، هیچ احتیاج نداره چیزی رو به هم بده عزیز. نه صبر کن عزیز دل، تو از اون خالی میشی، ولی اصلا معناش این نیست که خالی هستی از اون چیزی که غلط بود، قلابی بود. مثل آدمی که بیاره چیزی بخوره که مسموم، از معده‌شو میارن شستشو میدن، هر چی از بریزن بیرون که بتونه زندگی کنه. تو قرار نیست که ظرف مدت یه هفته یه کاری پیدا کنی. تو تقریبا خیلی خیلی روشنه دو تا چیز الان، درس تو میخونی، مواظب سلامت فیزیکی و روانیتی، همین.
هیچ کار دیگه نمیخوام بکنی. آیا داشته یه وقتایی حس میکنم که یه نفر، یه وقتایی که این سختی ها پیش میاد، یه نفر باشه که منو بغل کنه و بگه که، یعنی یه لحظه بتونم به چیزی فکر نکنم، یه لحظه خودم راحت کنم. و این من توی ژیمناستیک که میرفتم، من اینو توضیح ندادم که من از محیط و خود اون فضا بیزار بودم، و وقتی که پدرم منو میذاش اونجا، این کاملا یه حسی شکل میگرفت که اونجا مثلا یه جاییه و که یه جهنمیه، و اون مربیایی که خب طبیعت ورزش حرفه اینه که سخت بگیرن به شما، به هر روشی که میشه به شما سخت بگیرن تا پیشرفت کنید. و اون زمان با خودم فکر میکردم که پدرم که آدمیه که مثلا باید از من حمایت کنه، منو داره رها میکنه تو این شرایط، و من زور خودم نمیرسه که از این شرایط خارج بشم. و من حتی تو همون 19 سالگی هم یه بار به یکی از دوستان گفته بودم که من قصد خودکشی دارم، ولی فکر کنم 8 یا 9 سالم، ولی خب نمیدونم حالا اصلا چقدر جدی بود این حرفی عملش کرد، یعنی چجوری عملش نکردم. ولی متوجه هم عزیزه، ببین عزیزم، بچه های من میرفتن کلاس پیانو، پرام و فرید، معلمشون اسمشون هم میگم خانم شیلا حکمت، این بانوی فهمیده باهوش خوب مهربون به بچه ها میگفت شما بیاد پیانو میذارید، اگر بهشون تمرین میداد نمیذارن، اصلا به رو خودش نمیابرد، حرفشون بود که نخواستید بزنید نتونستید بزنید چه اشکال داریم، ما اومدیم اینجا این موسیقی رو با شادی و لذت یاد بگیریم. و به همجرد بود که هنوز بارها شده من با بچه ها حرف زدم، بعد از ای بسا 20 سال که از اون زمان شادم، بیشتر 30 سال 25 سال گذشته، هم اسمشه که میاد احساس خوبی میکنن، حال خوبی دارن، برای که معلم بود عزیز، علم، علم معلمی هنره. بنابراین متاسفانه وقتی تو میری تو تیمی که میخوان حرفه ایت کنن، یه عده اونجا هستن که اصلا هدفشون این نیست که تو چی هستی. این همون بلا و بدبختی بود که مثلا کشورهای اروپای شرقی در زمان حکومت اتحاد جماهیر شوروی، آلمان شرقی چرا بهترین ها بود؟ برای که حتی بچه ها رو میبردن در کودکی تست میکردن، اگر درشون یه استعدادی میدیدن از پدر میگرفتن میبردن، نمیدونم شناگر باشن یا نمیدونم تو این بازی یا تو اون بازی باشن، حتی همین ژیمناستیکی که تو داری میگی، چرا؟ برای که اونجا کوشش فردی بود، یعنی بچه از پدر مادرش میگرفتنش، پدر مادری نداشت، بچه اصلا غیر از ژیمناستیک هدفی نداشت، این بود که در 14 سالگی 16 سالگی کاری میکرد در سطح جهان که هیچ کس دیگه در اون سن و سال نمیکرد. ولی بعد از این که آلمان، همون آلمان شرقی و غربی بود، دوتا آلمانی هن، تاریخشون، فرهنگشون، زبانشون، همشون یکی رفته تو دامن کمونیست، از یه زمینه هایی مثل ورزش اصلا مدال ها رو اونها درو میکردن، همطور که الان چین داره میکنه. ولی اینها به خاطر این نیست، متفاوته با یه جامعه مانند امریکا که ورزش رو خود آدم ها دارن میرن، هیچ سازمانی دنبال هیچ کس به اون صورت نیست، معلومه که مؤسساتی هستن کمک میکنن، ولی ابدا کنترلی توش نیست عزیز. اینجاست که آدما زندگی میکنن، اونجا آدما فقط نمایش میدن و به رخ دیگران میکشن. به من بگید یه روزی اگر زورم برسه نه این مدارس رو میذارم نه مسابقات المپیک رو، اصلا این نمایش ها برای چیه؟ نیمی از قهرمانان المپیک تازه که برنده میشن بعد از المپیک حتی نروس بریکداون میکنن و آسیب میبرن و از پا در میان. بگذاریم از میلیون ها نفر که در این مسیر از پا در اومدن، الان هم تو اصلا برای از دست دادن اون ارزش ها که بسیار بی ارزش و خالی بوده ناراحت نباش، خیلی عادی زندگی کن، بگو من یک انسانی هستم، به قول ما ایرانی یه بنده خدایی هستم، اومدم تو این دنیا یه زندگی بکنم، آزار و اذیتم به کسی نمیرسه، ولی دلم میخواد اونگونه که دوست دارم، درست میدونم، تو شادی دارم، لذت دارم زندگی کنم. درسم به جای 2 سال شد 4 سال شد، اصلا این رشته رو ول کردم رفتم این رشته دیگه رفتم، اصلا یه دختری تو زندگی من پیدا شد یا نشد، باش خوب و خوش بودم، بود رفت رفت. یه دنیایی رو که یه ذره اینقدر سفت و سخت نگیری عزیز، تو آنچنان سخت و سخت گرفتی اصلا باور نکردی. من میگم من بچه هم حق نداشتن شنبه شنبه درس بخونن، کتاب بله ولی درس نه. من 2 دفعه با معلم مدرسه فرید پسر کوچکم حرفم شد که برای چی به اینقدر هوم ورک میدید، ولش کنید، صبح میاد ساعت 3 بعد از ظهر بذارید بدن زندگی کنن، اینا نیومدن تو این دنیا کتاب بخونن،
هدف از خلقت خوندن کتاب نبوده. آخه قبل از گوتنبرگ اصلا کتاب دست کسی نبوده. اصلا طبیعت این چمچی چیزی رو نساخته، ما اومدیم اینو درستش کردیم، بعد فهمیدیم ارزش خوبی هم هست ولی نه به هزینه همه چیز. چرا من یه آدمی رو وقتی موفق میدونم که هیچ چیزی نیومده سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیش رو خراب کنه اونجا رسته؟ تو من بگو من دکتر شدم، مهندس شدم، هر چی شدم، میگم سلامت فیزیکی و روانی تو هزینه نکردی، خوشبختی تو هزینه نکردی، تو موفقی. ولی اگر به من برگشتی گفتی سلامت فیزیکی یا الان تو سلامت روانی و خوشبختی تو هزینه کردی، میگم تو برفرض که دکتر بشی، بالاترین استادم بشی، برنده ای. You are a winner. مثل مسابقه که بردی، ولی خوشبخت نیستی، موفقم نیستی. من آدم سکسسفول و موفق رو کسی میدونم که به جایی رسیده، نه سلامت فیزیکی و روانی، نه خوشبختیش از اینه کرده و با آرامش زندگی کرده، با راحتی زندگی کرده، با شادی زندگی کرده و امروز از نظر علمی معلوم شده که با شادی و لذت و رضایت و حظ و کیف و خوشنودی و خرسندی و آزادی میشه و امنیت میشه زندگی کرد. هیچ احتیاجی به فشار و مسابقه نیست. چرا امروز بیشترین دانشمند رو در جهان کشور فنلاند میده با توجه به جمعیتش؟ علت چی هست که در اونجا نه مسابقه است، نه امتحان است، نه تست است، نه هیچی. اصلا به بچه های همچین پیامی نمیدن که نمره 18 بگیری، 20 بگیری، 22 بگیری. اصلا تو همچین بحث هایی نیستند. برای که اصلا انسان به همچین چیزی احتیاج نداره. تو بحث حرمت نفس منو بشنو که حتما به توصیه میکنم. مقیاس، مقایسه، مسابقه انسان رو از پا در میاره. اینکه مت داشته باشیم اندازه بگیریم خودمون و دیگران رو، دوم مقایسه کنیم و سوم مسابقه بدیم، کارمون تمومه. من یک کسی الان بیاد به من بگه که نمیدونم یک کسی دیگه برنامه رادیویی داره یا یک کسی کنفرانس داره یا یک کسی کروز داره و توچی، اصلا من عصبانی میشم. به من چه مربوطه؟ اصلا حاضر نیستم بشنوم ابدا. من دارم زندگی خودم رو میکنم، کار خودم رو میکنم عزیز. ملاک من قضاوت و نظر دیگران نیست، مقایسه با دیگران نیست. من مسابقه ای با کسی ندارم اصلا. هیچ وقت هم از چیزی از این قبیل که تو میگی حسودی کنم و ناراحت شم، برای من معنی نداره. برای که من دارم زندگی خودم رو میکنم و تو هم اصلا فکر نکن هیچی به هم ریخته ابدا عزیز. تو دو تا کار الان بیشتر نداری قربونه. درست رو در حدی که فکر میکنی دوست داری، درست میدونی و بهتر بخونی بخون، نداری هم نخون. دوم موضوع سلامت فیزیکی و روانیت باش. تو اومدی روی خط، یه پسر باهوش، یه پسر خوب، 22 ساله، حرف خودکشی میزنی، تو منو کلافه میکنی. من چرا تو رو بمبارانت کردم؟ مثلا میخوام تمام این مغز تو رو بکوبم که این چیزا چیه توش کردند؟ تقصیر تو نیست، اینا چیه تو سر توه؟ تو ای پسر من بودی امکان نداشت بذارم الان درس بخونی. حتی گفتم ول کن یه سال ببر خوش باش، بهترین شرایط رو برات فراهم کردن برای که تو زندگی بفهمی ما اومدیم زندگی کنیم، ما نیومدیم درس بخونیم، ما نیومدیم نفر اول بشیم. تمام کسانی که نفر اول میشن بیچارن. عزیز من، تو شعارهای من در ایران در دانشگاه حرفم چی بود؟ خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. تو میدونی تو اون جامعه این حرفا رو زدن ولی مردمی که همه میخوان اول باشن، تازه با کنکور آمدن دانشگاه، بچه ها جا میخورده. خوب خود باش، خوب خودت باش، حتی اکثر اون چه خود میتونی باش، بهتر از دیگران نباش. بهترین بدبختی است. اصلا من برای چی باید بهتر از دیگران باشم؟ برای که هر وقت بهتر از دیگران هستم، اولا از حسادت و جنگ و رقابت و کارشکنی و مخالفت و دشمنی دیگران برخوردارم. هر وقتم که خودم رو کمتر بدونم تو این که از بقیه جلو هم احساس بدی میکنم، من برای چه خودم رو مقایسه کنم؟ بحث حرمت نفس، سلف استیم که بزرگترین مسئله مردم دنیاست چیه؟ من از تو نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم. تو تویی، من منم. این میشه سلف استیم. خودم رو دوست دارم، خودم رو خوب میدونم. من از تو نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم. تو تویی، من من. یکی دو سالشه، یکی 10 سالشه، یکی 30 سالشه، یکی 60 سالشه، یکی 90 سالشه. نه کسی بهتره، نه بدتره، نه بالاتره، نه پایینتره. باید متوقف کرد این مسخره بازی رو. اصلا بیمعنیه، بیمعنیست عزیز. اصلا نگران نباش، تو نه خالی، نه بیارزشی، نه ارزش ها دست پا رفته. اون ارزش ها رو من ترجیحم نداشته باش. الانم من دارم به تو میگم دو چیز برای من مهمه: مواظب سلامت فیزیکی و روانیت باش،
از نظر تغذیه ورزشت خوابه، از نظر روانی هم خوب و خوش باشی، جا شادی لذت تفریح سرگرمی هر چی دوست داری انجام بده، درست هم در حد عادی متوسط که بیرونت نکنن از دانشگاه بخون. خب بعد از مدت خواهید دید، گزارش هم نده، گوش به حرفشون هم نده، اهمیتی هم نداره که پدر و مادر تو در ایران نشستن چی میخوان و انتظار چه چیزی رو دارن. هیچی برای من مهم نیست، هر جور هم میخوان فکر کنن و خوشحال یا ناراحت باشن، اصلا اهمیتی نداره. بنابراین لطفا عرایز من یه دفعه با خودت بشو. درسته که به جایی که تو حرف بزنی من حرف زدم، علت چم این است که من ذهن تو دیدم عزیز. من تا اون مغز و اون سلولا رو اصلا نپاشم به جایی نمیرسم، همش هم به این جهت بهت حمله کردن، برای که بدونی اینا آشغالن با ریخت دور. تو میدونی آدم های افسرده رو چرا میذارن زیر برق؟ چرا بهشون 3 دفعه 5 دفعه 9 دفعه شوک الکتریکی میدن؟ برای که میخوان میلیون ها سلول، حتی صدها میلیون سلول مغزشون رو بکشن، بکشن خلاص بشن، برای که اون کانکشن و ارتباطی که بین این سلول هست اونا رو به افسردگی رسونده. وقتی بزنن همه اینا رو در و داغون کنن دیگه اون پرت و پلاها رو فکر نمی کنن. الان هم تو هیچی کم نداری، با ملاکای خودت زندگی کن، هر کاری رو که دوست داری و درست میدونی انجام بده. گوشه ذهنت باشه حرف من که خودت هم باش موافقی، درس تو در حدی که از دانشگاه بیرونت نکنند و فارغ التحصیل بشی بخون، مواظب سلامت فیزیکی و روانیت هم باش، هیچ کوشش یا برای هیچ کار نکن. بعد از یه مدتی میبینی آروم میگیری، رابطت با آدما بهتر میشه، اگه دلت بخواد دوست دختری داشته باشی پیدا میکنی، اگه دنبال عشق و ازدواج هستی پیدا میکنی. علتش هم دو چیزه، هم باهوشی هم خوبی عزیز، هم باهوشی هم خوبی، و این دو تا صفت رو وقتی آدم داشته باشه به هیچ سرمایه دیگه برای خوب و خوش زندگی کردن نداری. دلم میخواد 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه من زنگ بزنی و به من بگی که حالت چطوره، و مطمئنم حالت خیلی خیلی بهتر خواهد بود، برای که بیش از این دانا و توانایی که نتونی درست و غلط و خوب و بد رو تشخیص بدی و بر مبنای اونم عمل کن. تمام اون تهمونده های کودکی و بچگی و در حرفا و اینا رو هم بریز دور عزیز، اصلا سراغش نرو، گذشته رو واقعا خاک کن. همونطور که گفتم ما وقتی عزیزمونم ببینیم میریم قبرستون خاکش کنیم میایم بیرون، این گذشته بعد این جسد متعفنی که مربوط به دوران کودکی و ماجرای جیم لاستیک و اینا تو هستم همه رو هم خاک کن بیا بیرون، و من مطمئنم بعد از این مدتی دفعه متوجه میشه ای بابا من بی خودی خودم پام هم نمیکشید، خستم بودم، یه 100 کیلو هم وزن گشتورم رو خودم که اصلا سم حرکت کنم. بندازش خودتو خلاص کن، این گذشته رو، این تهمونده های گذشته رو هم از خودت دور کن، و 3 ماه 6 ماه هر وقت دیگه دلت خواست زنگ بزن و من بگو که حال وضعت چطوره. ولی خیلی 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 خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز، برای که من فرصت داری یه کسی مثل تو رو که متاسفانه تعدادتونم زیاده یه جوری به یه دنیای دیگری و به یه نگاه دیگری بکشونم. به هر حال سپاسگزارت هستم که موجب یه چنین گفتگویی شدی. به هر حال منتظر تلفنت هستم. مرسی عزیز دل، خیلی خیلی خوشحال شدم باهات حرف زدم.